سلام، من سامان اربابی ام. اینم هست برنامه آنتن. کتاب حسنی و انرژی هسته‌ای از سری کتاب‌های مخصوص کودکان منتشر شد. ناظران بی‌صبرانه منتظر انتشار دیگر عنوان‌های جدید کتاب‌های حسنی، چون حسنی و شرایط و اختیارات ولی فقیه طبق اصل 5 و 110 قانون اساسی، حسنی و نظارت استصوابی، حسنی و حصر خانگی، حسنی در قرارگاه خاتم، حسنی با نیروهای قدس به سفر می‌رود و همچنین حسنی و جام زهر هستند. زهرا سجادی، معاون امور خانواده محمود احمدی نژاد گفت دختران در 40 سالگی سن عقلیشان کامل می شود. کارشناسان گفتند ربطی به دختر و پسر نداره. بعضیا تا 400 سالگی هم سن عقلیشون کامل نمیشه. خانم معاون میگی نه؟ یه نگاه به دور و بر خودتون تو همون هیئت دولت بنداز. سایت الف پرسید چرا آستان قدس رضوی با این همه کارخانه و تشکیلات تحت پوشش مالیات نمیدهد؟ کارشناسان گفتن که دلیل اون خیلی روشنه، به همون دلیل که مؤسسه تحت پوشش آقای مصباح مالیات نمیده. یا خصوصی سازی فقط شامل دوستان آیت الله یزدی میشه، یا اسکله‌های سپاه تحت نظارت گمرک نیستن، یا سپاه همه مناقصه ها رو میبره، یا انتخابات پیشونده میشه و دلایلی ساده از این دست. اگر هنوز قانع نشدین و معترضین، میتونین به قوه قضاییه شکایت کنین تا به صورت طبیعی به شکایت شما و خود شما رسیدگی بشه. سردار احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، گفت افرادی که به خشونت پلیس معترض هستند باید بگویم یک بار بیایید لباس مبدل بپوشید، کنار مأمور ما بایستید، اگر تا بعد از ظهر مردم را کتک نزدید ما انتقادات را قبول میکنیم. ناظران گفتن بله، دیکته ننوشته غلط نداره. اگه منتقدین هم مثل نیروی انتظامی ملزم به پاسخگویی نبودن، نه تنها کتک میزدن، بلکه کارهای بدتر هم میکردن، مثل عبور از روی مردم با وانت، حمله مردم با اسلحه سرد و گرم، بازداشت و شکنجه غیرقانونی و بالا بردن میزان مرگ و میر طبیعی. آقای نیروی انتظامی، شما خودتو ناراحت نکن. و دست آخر این که دکتر رحیمی، معاون اول رئیس جمهور، در مراسمی در بوکان سخنان خود را با عبارت به نام خدا، به نام مقام معظم رهبری، به نام رئیس جمهور آغاز کرد. کارشناسان معتقدند این عبارت احتمالاً موجب ناراحتی دوستداران رهبری خواهد شد، چرا که در عبارتی که با نام مقام معظم رهبری آغاز بشه نام بردن از بقیه ضرورتی نداره. همچنین کارشناسان به دکتر رحیمی به خاطر این رکوردزنی تاریخی در پاچه‌خواری تبریک گفتند. ما رکورد زدیم.